همکیشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نسخ، شالوم. در جلسه قبل راجع به یک دوره از تاریخ یهود صحبت کردیم و آن هنگامی بود که در اوائل قرن سوم میلادی ربی یهودا هناسی موفق می شود که تمام تفاسیر شفاهی تورا رو از زمان موشه ربنو تا اون موقع بیاد اونها را به صورت یک مجموعه به نام میشنا تعلیف بکنه و در حقیقت با تعلیف و تدوین میشنا دوره میشنا یا دوره علمای میشنا که تنائیم نامیده میشوند این دوره خاتمه پیدا میکنه. بعد از وفات ربی یهودا هناسی که هم عالمی بسیار وارسته بود و دانشی بسیار گسترده داشت و هم رئیس جامعه یهود در ارس اسرائیل در کشور یهودیه بود که اون موقع نامش یهودیه بود، کسی با شخصیت والای مانند شخصیت والای او که از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و از لحاظ مذهبی بتونه جایگزین او باشه وجود نداشت. ربی یهودا وقتی که زنده بود فرزند خودش رو ربان گملیئل رو به عنوان ناسی، به عنوان رئیس جماعت، در حقیقت رهبر و رئیس جماعت انتخاب میکنه. ربان گملیئل مردی بود بسیار پارسا، مردی بود تابع اخلاق، ولی عالمترین دانشمند تورا در زمان خودش نبود و ربی یهودا این رو میدونست و ربی خنینا رو به عنوان رئیس آکادمی یا یشیوا تعیین میکنه. البته در کنار ربی خنینا دانشمندان دیگری بودند که اینها هم لیاقت این رو که رئیس یشیوا باشند داشتند، مثل ربی ینای بود، ربی اشعیا بود، ربی خیا بود و اینها شروع میکنن خود، این مرکز تبریا بود و اینها میرن مثلا در شهرهای دیگر شروع میکنن به جمع آوری تمام میشناهایی که داخل مجبور قوانین میشنا نشده بود و شروع میکنن اینها رو جمع کردن، به رایته ها رو، توسفته ها رو جمع آوری میکنن و شروع میشنا با تعلیفش و خاتمه نوشتنش تمام نشد. احتیاج به تفسیر داشت، احتیاج به توصیف داشت، احتیاج به این بود که گسترش داده بشه برای فهم امر و قانون. بنابراین از این دوره به بعد، بعد از اتمام دوره انتقالی که ربی خنینا بود، میبینیم در ارس اسرائیل و در بابل دو تا مرکز علمایی که میشنا را اومدن تعریف کردن، توصیف کردن، تعبیر کردن، توضیح دادن و برای اینکه حقیقت قانون رو از درونش بیارن بیرون، اینها رو میگن امورا. اینا میگن امورا، امورایم جمعه، یعنی در حقیقت توضیح تفسیر کنندگان و توضیح دهندگان میشنا. و در ارس اسرائیل و در بابل ما ببینیم دو گروه از امورایم به وجود اومدن که هر دو گروه مشغول چی بودن؟ توضیح و تفسیر میشنا بودن. بعد از الان من بیشتر تمرکزم روی امورایم کشور اسرائیل، ارس اسرائیل که اون موقع یهودیه نامیده میشد. گفتیم بعد از ربی، ربی خنینا میشه رئیس آکادمی و کسانی که
بعد از اون میان اینا امورایی هستن. بزرگترین امورا که قابل تذکر هست امورایی بود به نام ربی یوحنان بن نپخا. البته او در زبان جوانی ربی را دیده بود، ولی علم خود را از فرزندان ربی خیا، از فرزند ربی خیا یکی از اونها به نام خزخیا، از او آموخته بود. ربی یوحنان بن نپخا یعنی یوحنان، ربی یوحنان فرزند آهنگری بود، اسمش آهنگر، نپخا یعنی آهنگر. بعد از اینکه علم تورا را یاد بگیره میاد در تبریا و رئیس آکادمی اونجا میشه، و در اینجاست که ببینیم درخشنده ترین دوران و شکوفایی تفاسیر توراش برپه، یعنی تورای شفاهی شروع میشه. ربی یوحنان عمری بسیار طولانی کرد، ولی توی زندگی شخصیش فاجعه بعد از فاجعه برای اون اتفاق افتاد، سانحه بعد از سانحه. اولا وقت اون از لحاظ خانوادگی ثروتمند بود، ولی چون عاشق تورا بود کار نمی کرد، کم کم ثروتش رو خورد و تموم شد رفت، به طوری که اگر رئیس آکادمی تبریا نمی شد مجبور شد با فقارت زندگی بکنه. ولی عشقش به تورا باعث شد که بزرگترین دانشمند تورای نسل خودش باشه. کاری که اون میکنه یک روش جدیدی از تعبیر و تفسیر میشناها به وجود میاره، که این روش ارس اسرائیل، روشی است که در ارس اسرائیل، و فرق اساسی هست بین امورائیم که در بابل بودن و امورائیم در یهودیه. امورائیم در یهودیه خود رو معتبر میدونستن و خود رو ذی‌حق میدونستن که چی؟ اینها تفسیر کننده باشن. بنابراین از بحث ها، قیاس ها، پیچیدگی بحث ها در مبحث های مختلف برای روشن کردن و شفاف ساختن یه دونه میشنا با اونها فرق میکردن، با امورائیم بابل. و این روش را حتی امورهای بابل از ربی یوحنان پذیرفته بودن، او رو معلم نسل خود میدونستن، معلم اون دوره خود میدونستن. و ربی یوحنان شاگردان بسیاری تربیت کرده بود، و یکی از این شاگردان که بعداً همتراز خود ربی یوحنان شد، هم مباحثگر با او شد، شخصی بود به نام ربی شمعون بن لکیش. این داستان ملاقات ربی شمعون یعنی ریش لکیش با ربی یوحنان خیلی جالبه، در گبارا اومده. ریش لکیش در کودکی و نوجوانی در مکتب تورا تحصیل کرده بود، ولی به خاطر عواملی که معلوم نیست، ممکنه از لحاظ مالی باشه، چون یه قدرت بدنی بسیار فوق‌العاده زیادی داشت، میره گلادیاتور میشه، و چون خیلی قدرتمند بوده از تمام جنگ هایی که توی مجبور بوده بکنه زنده میاد بیرون. ربی یوحنان روزی در رودخانه یردن مشغول استحمام بوده، آبتنی بوده، و این آقای ریش لکیش را میبینه که یک آدم قلدری است که میپره تو آب، شنا میکنه، از بالا میپره پایین را بالا، و وقتی که نزدیکش میشه میگه که خلخال تورا، میگه حیف این قدرت بدنی نیست که تو داری بی خودی مصرفش میکنی، بیا این قدرت رو در آموزش تورا صرف کن. ریش لکیش وقتی که نزدیک ربی یوحنان میشه میگه ای عجب مرد بسیار خوش سیبایی است، خیلی قشنگه. اونم بهش میگه خلخال لنشیم، یوف یخال لنشیم، میگه آقا تو اینقدر زیبایی که این زیبایی باعث مال یه زنا باشه، نه تو. ربی یوحنان بهش میگه ببین، اگر تو بیایی تو را یاد بگیری با من یه خواهری دارم از من زیباتر به تو میدم.
ریش رقیش که این رمی یوحنان را به این زیبایی دیده بود یک دل از صد عاشق میشه بدون اینکه خواهرش ببینه و باش ازدواج میکنه. و عجیب اینجاست که ریش رقیش یکی از بزرگترین علمای عصر خود میشه. بعد از اون زندگیش با ریاضته، با پارساییه، حتی با انسانهایی که ممکنه کمی از راه درست منحرف شده باشن صحبت نمی کرد. خیلی بهش مردم اطمینان داشتن و از همه مهمتر بحث های تلمودی بایستی دو نفر باشن. نتیجه تجزیه و تحلیل و بحث شفاف سازیه و روشن کردن قانونه. و عجیب اینه که رب یوحنان فقط میتونست با ریش رقیش، میگفت که من وقتی که در یک مبحث 10 دلیل میارم، اون 10 برعکس دلیل بر من میاره. تا اینقدر این تیز هوش شده بود و عالم شده بود توی بحث های مشنایی و تفسیر مشنا. متاسفانه ریش رقیش زودتر از رابی یوحنان میمیره. رابی یوحنان افسرده خاطر میشه. علما میرن یک عالمی رو براش پیدا میکنن که بیاد باش بشینه محض بکنه. هرچی که رابی یوحنان میگفت، اون میگفت که بله درسته. و باز هم ناراحت بود که کسی رو همتراز ریش رقیش پیدا نمیکنه. و بعد از مدتی هم او هم از دار دنیا رفت، خاطر اون افسردگی که داشت، چون احساس میکرد که اون تقصیر داره، باعث مرگ ریش رقیش شده. حالا کار نداریم، ولی در هر صورت میبینید که در این زمان یک اتفاقاتی در امپراتوری روم که ارث اسرائیل زیر سلطه اونها بود اتفاق میفته و اون جنگ های داخلی برای به دست آوردن قدرت. و هر امپراتوری که میاد شروع میکنه از مردم مالیات های زیاد گرفتن. ارث اسرائیل اکثر مردم کشاورز بودن و نمیتونستن چیزی رو قائم بکنن و تحت فشار بودن و اوضاع سیاسی اقتصادی خراب شده بود. شروع کردن از ارث اسرائیل رفتن به رفتن به روم، رفتن کشورهای اروپایی، رفتن به بابل مردم. و مردم دیگر نمیخواستن در یشیوه ها، در کنیسه ها بیشتر به قوانین پرداخته بشه، بیشتر به احادیث میپرداختن که مردم را آرام بکنن. ولی در همین زمانه که رب یوحنان احساس میکنه که بایستی این تفاسیر جمع آوری بشه، تفاسیر مشنا. این تفاسیر مشنا است که وقتی جمع میشه با مشنا بهش میگن تلمود. تلمود در حقیقت ما دو نوع تلمود داریم. یکی تلمود ارث اسرائیلی، یعنی به نام تلمود یروشلمی، و دوم تلمود بابلی. جالب اینجاست فرق زیادی بین این دو تلمود هست، به خاطر اینکه تلمود یروشلمی، چرا نامش رو تلمود یروشلمی میذارن؟ توی یروشلم درست نشد، توی تبریا و قسمتی از اون در قیصریه نوشته شد، جمع آوری شد. چرا تلمود یروشلم؟ اصلا در اون دوره یهودی اجازه نداشت بره یروشلم حتی پاشه بذاره، بهش میگفتن کاپیتولینا، اسمش گذاشتن کاپیتولینا. ما اینو قبلا گفته بودیم خدمتتون. ولی این یروشلایم در طول زمان برای هر یهودی وقتی که میگفتن یروشلایم، یروشلایم شد یک اسم در برگیرنده تمام سرزمین ارث اسرائیل. قدیم یهودیان ایرانی که برای زیارت میرفتن با قافله میرفتن، میگفتن کجا میری؟ میگم یروشلایم. یروشلایم یک شهره، ولی بعدا میبینین اسم یروشلایم در برگیرنده تمام کشور اسرائیل میشه. بنابراین اون میگن تلمود یروشلمی، به خاطر اینکه در سرزمین ارث اسرائیل اون رو تنظیم کردن. ولی تنظیم اون مثل تنظیم و تدوین گمارا یا تلمود بابلی نبود. چرا؟ در این زمان
به خاطر اوضاع سیاسی متزلزل، اوضاع اقتصادی، مردم دارن شهرها رو ترک میکنن، از ارز اسرائیل خارج میشن. به قول یکی از استادان هم میگفت، تلمود یروشلمی میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یک خونه ای که در حال سوختنه و این تلمود میگیرن از پنجره میندازن پایین. یعنی میخواست بگه که تنظیمش به اون صورت نکردن، ولی مبحثاش فرق میکنه. موادی که، یعنی مباحثی که میارن، اون قسمتی که راجع به ارث اسرائیل هست، راجع به کشاورزی هست، راجع به قوانینی که مربوط به سرزمین ارث اسرائیل، در تلمود یروشلمی خیلی گسترده تره، در تلمود بابلی خیلی کمتر در این مباحث بحث شده و آمده. تلمود یروشلمی خیلی کوتاهه و زود بدون بحث ها میخوان به چی؟ به قانون برسن، شفافش بکنن. در اون احادیث وجود نداره. درسته بعدن تمام اگادا اگاداها در ارث اسرائیل جمع آوری شد، در اونجا در قرن چهارم اون رو مخصوصا رباها را برشید ربا، همه چیزی که اگاداها هست و تفاسیر که در موقعی که توی کلیساها برای تورا میگفتن، اینها را جمع آوری کردن و چاپ، یعنی تألیفش کردن. ولی ببینید تلمود بابلی با تعنی، با وقت زیاد، با گسترش، با بحث هایی که در برگیرنده است، اون در قرن پنجم، آخره پنجم، بعدا در جلسات آینده راجع به اموره های بابل صحبت خواهیم کرد، در اونجا اون رو خاتمه دادن و ببینیم گسترش اون خیلی بیشتر، بزرگتره از تلمود با یروشلمی. متاسفانه ببینید به خاطر اوضاعی که شد، اوضاع متزلزل، کشور اسرائیل کم کم خالی میشه از سکنه، ولی باز بودن، در اونجا زندگی کردن قرنها بعد از اون، ولی از مرکزیت خودش افتاد و بابل تبدیل میشه به یک مرکز مرجع که همه بهش رجوع میکنن برای دانش تورا، و تلمود بابلی تبدیل شد به تلمودی که اساس تمام قانونگذاری و هلاخای ملت یهود در آینده شد و در همه پراکندگی هایی که ما بودیم، آنچه که یاد گرفته میشد، مطالعه میشد تا به امروز، تلمود بابلیه، نه تلمود یروشلمی. تلمود یروشلمی در بعضی از کشورهای اروپایی یهودیان مطالعهش میکردن، الان دو مرتبه شروع شده کم کم، به خاطر اینکه گسترش تلمود بابلی خیلی عمیقتر بوده و هست، بعضی ها به اون میپردازن. با امید خدا هفته آینده راجع به بابل و اثراتی که در تمام جوامع یهودی داشته، راجع به اموره های بابل صحبت خواهیم کرد و راجع به تلمود بابلی. امیدوارم شبات بسیار پر از آرامش، شبات بسیار پر از تقدس در پیش خواهید داشت. شبات شالوم.